بینندگان عزیز شبکه AMG در موزه آقاخان هستیم، محل برگزاری فستیوال فیلم‌های کمدی در تورنتو. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. گزارش‌های متعددی رو برای شما آماده کردیم از هنرمندانی که خیلی دوستشون دارید. پس با ما باشید تا انتهای گزارش امروز و فردا 9 و 10 ماه جون. مرسی. اول از همه خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما، برگزاری جشنواره رو چطور میبینید؟ خب به صورت جشنواره اولین باره که در تورنتو داره جشنواره فیلم های کمدی ایرانی برگزار میشه. خب سختی های خودش رو داره، ولی با توجه به اینکه تعداد مهمون هایی که این دفعه دعوت شده بود واقعا قابل مقایسه نبود با دفعاتی که مثلا جشنواره‌های ایرانی دیگه در اینجا برگزار شده بود، خب از نظر برگزاری به هر حال کار بیشتری می‌طلبید و خب خود افرادی هم که اومده بودن همه بر صورت همکاریشون رو در اون حدی که لازم بود کردن و ما در واقع تا الان هیچ مشکلی از هیچ بابتی نداشتیم. حالا خوشبختانه این سبکی که امروز داریم در زیر نگاه طنز و نگاه به قول معروف یک برنامه شاد میتونه اون مسیج اصلی که باید بفرسته توی اون چارچوبی که وجود داره قانونی هست بتونه این پیغامو برسونه. خیلی خوبه، همونجوری که میدونین کشور کانادا یه کشور مولتی کالچوریه و ایمبریس میکنه و خیلی خوشحال میشه که کالچرهای مختلف بیان و به قول معروف دپت و عمق و زیبایی کالچر خودشونو به بقیه نشون بدن. و چه کشوری بهتر از کشور کانادا و چه کالچری بهتر از کالچر ایرانی که ما دقیقاً بتونیم این کارو انجام بدیم. نظرتون راجع به برگزاری فستیوال های مثل فستیوال فیلم های کمدی در تورنتو چیه؟ خب قطعا نتیجه خوبی خواهد داشت دیگه. همیشه جشنواره ها باعث این شده فکرای مختلف دور هم جمع شدن و اتفاقات خوب افتاده. حالا اینجا ان شاءالله نتیجه خوبی خواهد داشت دیگه. جشنواره کمدی هم که مخصوصا چون کمتر برگزار شده باعث خوشحالیه، چون خیلی جدی نمیگیرن کمدی رو. من که بسیار خوشحالم اینجا اومدم، چون برادر منم اینجا زندگی میکنه. بهترین شهری که میتونستین فستیوال برگزار شه برای من اینجا بود. میدونم جشنواره نوپایی در صورت و امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه. بسیار خوبه همونطور که آقای کرمپور فرمودن، اینکه نسل جدیدی که الان روبه رشته و نوجوانان سن کمی دارن میتونن بیان با فرهنگ پدر مادرشون بیشتر آشنا بشن، فیلم‌های ایرانی رو ببینن. من خیلی امیدوارم که این فیلم‌ها مورد اقبال مردم قرار بگیره که راغب بشن برای دفعات بعدی هم بلیت بخرن و بیان فیلم‌ها رو ببینن و اعتماد کنن. امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی خوشحالم که در کنار یه سری از بزرگان سینما من هم در کنارشون دعوت شدم. برای من افتخاری بود. از مسئولین جشنواره خیلی تشکر می‌کنم، از آقای گنجوی، از سایر دوستان که زحمت کشیدن و امیدوارم در سال‌های آینده‌ام فیلم شب شما بتونم دوباره بیام تورنتو و با هموطنان عزیزم تو این شهر فیلمم رو ببینم. برای تماشای چه فیلمی تشریف آوردین؟ ما اومدیم اینجا که فیلم نهنگ انبر 2 رو ببینیم، درست گفتم، و خود آقای عطاران و یه سری دیگه از بازیگرای محبوبمون. انشالله هممون بخندیم فقط امروز و امشب و تمام وقتی که داریم فیلمی میبینیم همه بخندن. خیلی خوشحال شدم که اومدم، تشکر میکنم منو دعوت کردین که بیام اینجا و I'm excited to see what happens. این بچه امریکا به دنیا آمده، امریکا بزرگ شده، خیلی خوب داره براتون فارسی حرف میزنه. ببخشید دیگه سرمو کردم. برگزاری جشنواره چطور بوده تا اینجا؟
تا حالا خیلی خوب بوده، امروز روز اوله، ولی خوب استقبال زیاد شده. خیلی خوشحالم که به عنوان یه ایرانی استقبال زیاد شده و همه اومدن دارن این فیلم ها رو میبینن. نظرتون درباره برگزاری چنین فستیوال هایی چی هست؟ خیلی عالیه، خیلی خوبه، به شرطی که خب رسان، یعنی مردم بیشتر اطلاع رسانی بهتر باشه. من به طور خیلی اتفاقی از یکی از دوستان فهمیدم که توی فیسبوک پستی بود و دنبالش گشتم ببینم چه جوری میتونم ثبت نام کنم. یه مقدار اطلاع رسانی کمتره، اگه بیشتر باشه خیلی بهتره، ولی خیلی خوبه، خیلی عالیه، به خصوص اینکه بازیگرای محبوب ما اینجا هستن، آقای رضا عطاران که خیلی خیلی قوی هستن توی کار کمدی، محبوب همه هستن. من تونستم خیلی کوتاه ببینمشون و فیلمشون هم که خب خیلی عالی بود، خیلی عالی. جناب آقای آرمند، خیلی خوشحال هستیم که شما رو اینجا میبینیم. نظر شما در رابطه با برگزاری فستیوال هایی مثل فستیوال فیلم های کمدی در تورنتو و به طور کل در خارج کشور چیه؟ منم سلام میکنم ازتون، مرسی برای دعوتتون برای این صحبت. کلن فکر میکنم هر کدوم از این ایونت های به این شکل خیلی کمک میکنه برای اینکه ما این پل ارتباطی بین جامعه داخل ایران و ایرانی خارج از کشور محکم تر بشه. به هر حال این جشنواره هم خیلی خوبه، ما توی ایران هم حتی هنوز نداریم این جشنواره فیلم های کمدی رو، با در نظر گرفتن که این سالهای اخیر خیلی تعدادشون داره زیاد میشه، جا داره که همچین جشنواره را بیفته که کمی از نظر کیفی هم ارتقا پیدا کنن فیلم های کمدی ایرانی. چه فیلمی رو دیدین الان؟ فیلم مصادره. چطور بود فیلم؟ بسیار عالی، بسیار زیبا، واقعا کار قشنگی کرده بودن، خیلی حرفه‌ای، خیلی عالی، مثل همیشه. جشنواره بفرمایید چطور پیش میره؟ بله، خب جشنواره خوب شروع شده. تا آخرین روزا مشخص نبود که ما میتونیم آقای عطاران رو در برنامه داشته باشیم یا نه، که خوشبختانه قضیه حل شد و تونستیم برنامه رو اضافه بکنیم به جشنواره. در ساعت 11:30 صبح این برنامه شروع شد و تقریبا هفته پیش هم خبراش در اومد، ولی خب با استقبال خوبی شروع شد این برنامه و سعی کردیم در اونجا یادی بکنیم از عطاران و کارهایی که عطاران در سینما ایران در این سالها انجام داده. نهنگ انور رو نمایش گذاشتیم و بعد از این فیلم های مصادره رو خواهیم داشت که از فیلم های خب خیلی محبوب بوده، به سانس سوم استقبالی رسیده. به هر حال در کل فکر می‌کنم جشنواره خوب و موفقی بوده و با توجه به میزان استقبالی که ازش شده به نظر میرسه کامیونیتی هم راضی بوده. در خدمت جناب آقای رضا حاتم تهرانی هستیم از اسپانسرهای محترم فستیوال فیلم های کمدی در تورنتو کانادا. سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید. سلام علیکم، عصر شما بخیر، شما هم خسته نباشید. من در خدمت. خیلی متشکرم. چی شد که تصمیم گرفتید اسپانسر این فستیوال بشید؟ والا من فکر میکنم که ما هر کدوممون وظیفه داریم که از بخش فرهنگی توی جامعه ایرانی خب به هر صورت یه جورایی حمایت کنیم و دیدم که بهترین جایی که میشه این کارو کرد سینماست، برای که واقعا همه فرهنگ ما رو میتونه با فیلم حالا منتقل کنه، به خصوص برای بچه هایی که اینجا خب به دنیا اومدن یا دور هستن از کشورشون، با این فیلم ها آشنا میشن، دیالوگا، صحنه ها. برام جالب بود، کار فرهنگی رو دوست دارم. تا اینجای فستیوال چطور بوده به نظرتون؟ واقعا من خسته نباشید میگم به تمام عوامل فستیوال، به خصوص آقای دکتر گنجوی عزیز که خیلی زحمت کشیدن و بقیه دستاندرکاران، واقعا بی‌نظیره. یعنی با تجربه‌ای که ایشون دارن و دانشی که دارن و پرفورمنس بی‌نظیره. خسته نباشید. سوال دادم. اگه از من تعریف کرد خواهرم. آقای فرخ، من شما عاشقتونم، اول اینو بگم بهتون. حتما به شما دیدم خواهرم. یه سوالی رو میخواستم بریم خونه بپرسم، اون نتونستم صبر کنم تو برسیم خونه. میخواستم بپرسم دلیل عوض شدن آهنگا توی حالا یه سری آهنگ کپی کرده بودن که بعدا دیگه حساب کتاب داره قانون کپی رایت و اونجا هم میشه مثلا از اسم هم از موسیقی هم دیگه از
توی نامه هم برد داریم بعدم میگیم میشه اگه دیده بود رقص من سینک نبود برای اینکه این آهنگ نبود مایکل جکسون برد سینک بودم آره میگم دیگه اینجا موزیکا چون میده کسی کسی والموزه با خدا نمیده میبرده پورت و اینا ترسیدم موزیکا رو عوض کردم یه سری موزیک انتخاب شد که تماش تمای صاحب داشت علت این که تصمیم گرفتید به عنوان داوطلب در برگزاری این فستیوال کمک بکنید چی بوده؟ یکی از مهمترین دلیلاش این بود که به نظر من فرهنگ ایرانی برای ما جامعه مهاجر خیلی مهمه، برای اینکه به کسایی که خب بیشتر توی اینجا بودن ایرانو ببینن، فرهنگ ایرانو ببینن، اینو میتونن از قاب فیلم‌ها ببینن و کلا فستیوال فرهنگی خصوصا اینکه اولیش بود به نظر من باید یه سری بالاخره خودمونو باید باهاشون کمکشون کنیم تا جا بیافتن و حالا امیدوارم که فینکس هم هر سال بزرگتر و بزرگتر بشه، والنتیرهای بیشتری داشته باشیم. امسال نزدیک به 100 نفر والنتیر داشتیم که خب خیلی عالی بود، ولی خب امیدوارم باز گروهمون بزرگتر بشه. فستیوال چطور بوده تا به حال؟ استقبال مردم چطور بوده اونطور که شما دیدید؟ فستیوال خیلی عالی بوده، جوری که بعضیا برای بعضی فیلم‌ها سکانس‌های دوم میخوان ولی وقت نداریم اضافهشون بکنیم، ولی در کل خیلی انتظار داشتیم که انقدر خوب بشه ولی خوشحالیم که بنابر انتظارمون پیش رفت. تجربتون از شرکت در برگزاری این فستیوال چی بوده؟ یکی از تجربه‌های خوبی بود که من با داوطلبی داشتم، به خاطر اینکه خیلی همکاری زیادی هستش بین همه بچه‌ها، خیلی اون گروه‌ها به اصطلاح مرزاش خیلی واضح نیست، همه با هم کار می‌کنیم و از این نظر به نظر من یکی از نقاط قوت جشنواره بود. سلام عرض می‌کنم آقای کرمپور، خیلی خوش آمدید. نظرتون راجع به برگزاری فستیوال‌های مثل فیلم‌های کمدی دارتون تو چیه؟ خوب، هر حرکتی که باعث بشه که خورده فرهنگ ها توی جامعه مالتی کالچرال مثل کانادا بهش پرداخته بشه و مخصوصا سینما که یک پدیده یه که برای مخصوصا سکند جنریشن های ایرانی میتونه که یه تصویر درستری رو نشون بده بهشون و همیشه این جشنواره ها بیش از هر چیزی برای من جذابیتش اینه که میتونن این پدر مادر و بچه هاشون بگن که اون کشوری که در موردش صحبت میکنن کجاست. سلام خانم پاک روان، خیلی خوش آمدید به تورنتو، خوشحال هستیم شما رو اینجا میبینیم. نظرتون راجع به برگزاری فستیوال فیلم های کمدی در تورنتو چیه؟ سلام عزیزم، خیلی ممنون از دعوتتون و مهمان نوازی بسیار خوبتون. خیلی خوشحالم که داره فستیوال فیلم های کمدی برگزار میشه، برای اینکه همیشه ما یک طبقه بندی داشته بین فیلم های هنری و فستیوال ها و فیلم های کمدی و مردم، اینکه اینها هر دو ادغام بشه در هم دیگه در یک جا که هم مردم بیان فیلم های کمدی که دوست دارن رو ببینن، هم بتونه قضاوت بشه و داوری بشه بین فیلم ها، این خیلی جذابه. من فیلمو خیلی دوست داشتم. خب فیلم توی جشنواره کمدی پخش شده ولی فکر میکنم خیلی بیشتر از یک کمدی بود که حالا من میرم میخندم و بعد فراموشش میکنم. یعنی داشت در مورد دوره هایی از زندگی ما ایرانی ها حرف میزد. یه خود من یاد فورست گامپ افتادم، اون هم زندگی یه آدمیه که در یه دوره های تاریخی داره میره توی هتل واترگیت مثلا میره و اینجا هم میدیم یه آدمیه، اون صحنه ای که خانم بارداره و میخوام برم بیمارستان و مثلا به دنیا بیاد و دور و بر داره اتفاقاتی میفته، آنتن رو رفته مثلا بذاره بالا بعد الله اکبر دارن میگن، یا بچه به دنیا اومده و بعد حالا در ایران انقلاب به نتیجه رسیده و دارن شیرینی میدن و اینا شیرینی میخوان. خیلی جالب بود، یعنی به نظرم در فضای ایرانی ما یه عالمه اتفاق برامون افتاده و خیلی راجبشون حرف نزدیم. به فیلم مثلا این داره راجبش حرف میزنه، حالا به هر حال خودش یه نگاهی داره و یه جنس حرفی رو داره میزنه، اما مهمتر از اونی که اون دوره رو داره باز میکنه و در معرض دید مخاطب قرار میده. من خیلی دوست داشتم. خیلی خیلی ممنونم از بچهای فینکس که این امکان رو به ما میدن. ما داریم خارج از ایران زندگی میکنیم اما امکانی رو داریم که با اتفاقات فرهنگی به صورت لحظه‌ای اون اتفاقی در ایران داره میفته ما هم تماس داشته باشیم، لمسش کنیم، حسش کنیم. خیلی خیلی مهمه برای ما که جامعه مهاجریم و میخوایم به هر حال هویت ایرانیمون رو در برابر هویت کانادایی و در کنار هویت کانادایی حفظ کنیم، این خیلی مهمه. از قدیم گفتن وقتی از جامعه طنز رو بگیری تمدن هم دنبالش از اون جامعه خارج میشه. به هر حال ما اینجا میزبان بزرگانی هستیم از سینما ایران که واقعا در این شرایط کاری کردن که ایرانی های داخل کشور و ایرانی های خارج از کشور به سمت سینما کشیده شدن، دارن استقبال میکنن و دارن از اون لحظاتی که و
در سینما میگذرونن لذت میبرن و به نظر من بزرگترین رسالت سینما همین که شما وقتی وارد سینما میشین اون دو ساعت که تو سینما هستین به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنین، به هیچ چیز فکر کنم مشکلاتتون و حتی بهتر از اون وقتی که در میرین از توی سینما کماکان اون حس و حال خوب ادامه داشته باشه. و این بزرگانی که امروز در سینما اینجا هستن و دعوت شدن و اومدن و قدم روی چشم ما گذاشتن در این سالهای اخیر بی نهایت این وظیفه رو به بهترین شکل ممکن انجام دادن و واقعا جای تقدیر داره. امیدوار هستم که تمام عزیزانی که در طول این دو روز وارد میشن و فیلم ها رو میبینن و در جلسات پرسش پاسخ یا در مستر کلاس ها شرکت میکنن از لحظه به لحظه این جشنواره که اولین جشنواره کمدی هستش که تا هم به این صورت به فرم جدی در خارج ایران برگزار میشه لذت ببرم و این همیشه یادمون باشه آن که خندید ماند. چی شد که اصلا به فکر برگزاری جشنواره فیلم های کمدی افتادیم؟ بله این ایده رو خب بیشتر ما مدیون لوان هفتان عزیز هستیم که تصوان دیگه بر بین ما نیست. من یادم که یک زمان با لوان داشتم صحبت میکردم و لوان این بحث رو مطرح کرد که سینمای کمدی با توجه با همه اهمیتی که داره با توجه پتانسیل هایی که داره وقت در جشنواره ها توجه خاصی بهش نمیشه، معمولا احساس میکنن که بین خندیدن و روشنفکری یک تضاد هست. به هر حال و به قول لوان در حالی که مثلا سینمای کمدی در این سالا رشد خیلی زیادی رو کرده، در سینمای جهانی هم نگاه بکنیم مثلا فیلمای مثل تونی اردمن رو داریم که چند سال پیش در آلمان ساخته شد، جایزه نامزد جایزه اسکار شد. فیلمای موفق کمدی در این سال چالها زیادتر شدن در جشنواره کن که من امسال بودم چند فیلم مطرح کمدی رو دیدم. به هر حال نگاه روکر جشنواره به فیلمای کمدی بیشتر شده و این پتانسیل که به قول لوان وجود داره در سینمای کمدی کمتر بهش توجه میشه، به هر حال به دلایل اون نگاه منفی که وجود داره همینا ما رو علاقمند کرد که یک جشنواره کمدی داشته باشیم. از کنارش هم در ایران هم خب سینمای کمدی الان چند سال رونق خاصی پیدا کرده و فیلمای زیاد کمدی تولید میشه و ما این امکان رو ما داد که بتونیم این جشنواره رو امسال برگزار کنیم.